رفقا اینجا چنل توپ سخنگوه، همه تون دیگه میدونید سلام و احوال پرسی دیگه تموم شده، چون دیگه میدونیم شما همیشه کنار ما هستید و تو این کلیپ ها همراهیمون میکنید. من سری میرم سراغ اصل مطلب. کاپیتان استقلال عصا رو کنار گذاشت، فکر کنم اینطوری بهتره. این کلیپ ما راجع به تمام اخبار تنش‌های استقلال، پس زودتر بریم سر اصل مطلب. کاپیتان استقلال امروز در محل تمرین حضور، اما همچنان قادر به همراهی تیمش نیست. سید حسین حسینی که به دلیل مصدومیت در دو بازی گذشته استقلال مقابل ملوان و سپاهان غایب بود، هنوز به شرط حضور در تمرینات گروهی نرسید. کاپیتان آبیا زیر نظر کادر پزشکی به درمان پای مصدوم خودش مشغوله و تلاش می‌کنه هر چه زودتر به میادین فوتبال برگرده. حسینی که در روزهای گذشته با توصیه پزشکان با عصا حرکت می‌کرد تا فشار کمتری رو تحمل کنه، حالا عصا رو کنار گذاشته و به نظر می‌رسه شرایطش نسبتاً بهتر شده. اون امروز در محل تمرین با لباس شخصی حضور پیدا کرد و تماشای حرکات همتیمی خودش پرداخت. وضعیت حسینی برای دیدار با مسی کرمان در هفته 18 به طور دقیق مشخص نیست، اما بعیده با توجه به شرایطی که داره بتونه به ترکیب اصلی استقلال برگرده. باید دید طی روزهای آینده چه اتفاقاتی درباره دروازه‌بان تیم ملی در جام جهانی گذشته رخ میده و او در نهایت چه زمانی به ترکیب استقلال برگرده. میخوام به صدر جدول گل زنان برسم. مهاجم استقلال انگیزه زیادی داره تا گلای زده خودش رو افزایش بده. ارسلان مطهری زنده یکی از گلهای بازی پرگل 4-0 استقلال برابر ملوان. اون در این دیدار موفق شد گل سوم آبیا رو به ثمر برسونه تا این گونه هم تعداد گلهای تیمش رو افزایش بده، هم آمار گلزنیش رو بهبود بده. ارسلان در مهمترین بازی این فصل گلزنی کرده بود، اما هیچ کدوم از این گلها منجر به پیروزی آبیا نشد. مطهری در دربی تهران گلزنی کرد که نتیجه در نهایت با تساوی به پایان رسید. ارسلان همچنین در بازی با سپاهان دروازه پیام نیازمند رو باز کرد که این دیدار با شکست استقلال همراه شد. اما گلزنی مهاجم در برابر ملوان برای آبیا خوشیام بود و زمینه‌ساز پرگل ترین برد تیمش در یکی دو فصل اخیر شد. ارسلان که حالا 3 گله شده به دنبال درخشش در مقابل مثل کرمان. او که در ابتدای فصل قرار بود در لیست خروجی استقلال قرار بگیری و جاش به کاوه رضایی بدن، حالا به یکی از مورد اعتمادترین مهره های ساپینتو تبدیل شده. تا پرونده بازگشت رضایی به استقلال حداقل تا پایان لیگ بسته بشه. مطهری با 3 گل زده پایین تر از همتیمی خود یعنی محبی 5 گله و یانگای 4 گله در جدول گلزنان قرار داره. او تلاش میکنه بازی به بازی پیش بره تا به سمت جدول گلزنان که فعلا روی عدد 6 متوقف شده برسه. شهباز و رویای گلزنی دوباره با پیراهن آبی. سجاد شهبازاده هنوز موفق نشده گلی برای استقلال به ثمر برسونه. سجاد شهبازاده که اولین خرید آبی پوشان در نقل و انتقالات تابستونی بود، در این فصل اونطور که باید شاید بازی نکرده و هنوز موفق نشده گلی به ثمر برسونه. مهاجمی که روزگاری در استقلال و سپاهان هر لحظه بوی گل میداد، اکنون به یک بازیکن نیمکت نشین تبدیل شده. حرف و حدیثایی در رابطه مازاد شدن شهبازاده و پنجره نقل و انتقالات زمستونی مطرح شد، اما اون گفته که میخواد در جمع آبی پوشا بمونه. در همین راستا شنیده میشه شهبازاده قصد داره با پیراهن استقلال از فال خدافظی کنه. سجاد شهبازاده در پست پرترافیک استقلال فعلا منتظر تا ببینه چه زمانی ساپینتو به او اعتماد میکنه. این در حالی که شنیده میشه که استقلال قصد داره به زودی یک مهاجم خارجی به خدمت بگیره و این اتفاق کار شهبازاده رو برای قرار گرفتن در ترکیب سخت‌تر از گذشته میکنه. به هر حال از این مهاجم میتونیم به عنوان یک نیمکت نشین با تجربه نام برد و در دقایقی که کار گره میخوره ساپینتو از او تجربهش استفاده کنه. ممنونیم که در یک کلیپ دیگه در کنار